خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دوباره برگشتم با یه ویدیو جدید. بچه من امروز قراره یه دریم مچ ببینیم، یه ویدیو کاملا متفاوت. گروه هارت بیزنس در برابر رتریبیوشن در رسلمینیا قراره با هم دیگه مسابقه بدن. ببینیم این مسابقه جذاب به کجا خواهد کشید. بچه فقط قبل از اینکه مسابقه شروع بشه، حتما حتما اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کانال منو سابسکرایب بکنین و حتما بین دوستاتونم به اشتراک بذارید. بریم ببینیم چه خواهد شد مسابقه امشب. خب دوستان، شاهد رسلمینیا هستیم. ببینیم اولین تیمی که وارد میشه کدوم تیم هستش. و خب بله، اولین نفر هارت بیزنس وارد سالن میشه، تیم چهار نفره ای که تونستن تا به الان خوب جلوی رتریبیوشن قد علم بکنن. خب این از سدریک الکساندر، عضو چهارم این تیم که وارد سالن شده. ببینیم هم تیمی دیگرش کجا. و بله، قهرمان کارمند یونایتد استیتس یا مایدی بابی لشکی به همراهش شلتون بنجامین وارد سالن میشن. The Hard Business. بچه فقط یه نکته در مورد این مسابقه بهتون بگم که این مسابقه قراره که 3-3 باشه. لیدرهای دو تیم هم قرار نیست که در کنار دو تیم حضور پیدا بکنن و مسابقه هم حذفی هستش. بچه ها فقط یه چیز دیگه که میمونه اینه که اگه این مسابقه به قولیال گفتنی خوب ویو بخوره و اگه شما هم دوست داشته باشین، یه مسابقه هم جدا میذارم بین MVP و مصطفی علی، دوتا لیدرهای تیم، توی همین رسلمینیا بعد از این مسابقه. خب دوستان، این بود از ورود جذاب گروه هارت بیزنس. میمونه فقط رتریبیوشن و بله وارد سالن میشن رتریبیوشن. ببینیم اعضای این تیم چه کسانی هستن که قراره بیان و دهن هارت بیزنس رو سرویس کنن در رسلمینیا. تو شوهای هفتگی که مطلقاً هارت بیزنس خیلی بهتر تونستن عمل بکنن و قدرت نمایی بکنن جلوی رتریبیوشن، ولی رتریبیوشن این فرصت رو اینجا دارن که بتونن جوله هارت بیزنس وایسن. و بله حالا وارد میشن هارت بیزنس و بله تیبار، میس و اسلاپ جک وارد سالن میشن. قراره که با هارت بیزنس مسابقه بدن. همونطوری هم که گفتم لیدرهای دو تیم کنارشون نیستن، یعنی مصطفی علی و MVP کنار بقیه اعضای تیمشون نیستن و گفتم اگه شما استقبال بکنین و درخواست بدید شاید یه مسابقه بین MVP و مصطفی علی رو گذاشتم در رسلمینیا. بچه ها در ضمن اگه دوست دارید زیر همین ویدیو تو بخش کامنت بنویسین که اعضای رتریبیوشن آیا شناختین یا نه، چون که هنوز که هنوزه بعد این همه مدت که اعضای رتریبیوشن اعضای اصلیش معلوم شده، ولی بازم خیلی هستن که دقیق نمیشناسن اعضای رتریبیوشن رو. ولی خیلی هم بودن که تو همون بطن ورود دیدن که اعضای رتریبیوشن چه کسانی هستن، که البته بعد این هم که یکی دو تاشون خیلی واقعا زاین، یعنی قشنگ معلومه که چه کسانی هستن، ولی حالا به هر حال اعضای دیگر رو شما میشناسین یا نه. و خب دوستان، میریم که حالا داشته باشیم مسابقه بین رتریبیوشن و هارت بیزنس. خب تیبار و لشلی کارو شروع میکنن. خب همین اول کاری تیبار خواست حرکتی بزنه که موفق نشد. حالا آرش ببز لشلی روی تیبار، حالا فول نرسون اسلام از
لشلی روی تیبار، دوباره باز بلندش میکنه تیبار رو، خب خواست حرکت بزنه که موفق نشد، خب با شولدر تکل به همدیگه ضربه میزنه که نقش بر زمین نشدن دو کاشتیگیر. حالا هم کلوز رن از تیبار که باز موفق نشد، میگیره حالا لشلی رو، خب اونم باز موفق نشد حرکت خاصی بزنه، حالا یه ضربه کیک به شکمه لشلی میزنه و خب حالا بلی تو بلی از لشلی روی تیبار. خب ببینیم حرکت بعدیشون چه خواهد بود. خب میره برای زدن سوپلکس و حالا سوپلکس تاس از تیبار روی بابی لشلی. خب دوباره باز موفق نشد تیبار حرکت خاصی بزنه، دوباره بلند میکنه لشلی رو و دوباره بازم یه ضربه کیک دیگه به شکم لشلی میزنه. حالا آرش به سمت بقیه اعضای رتریبیوشن و خب با یه ضربه کیک دور کرد خودش رو. حالا هم یه بلی تو بلی دیگه از لشلی روی تیبار و خب حالا بلند میکنه تیبار رو، میره برای رانینگ پاور سلم و میزنه رانینگ پاور سلم خودش رو به تیبار. دوباره باز بلند کرد تیبار رو، یه ضربه البو به تیبار میزنه و باز هم بلی تو بلی از لشلی. ظاهرم برنامهش اینه توی مسابقه قفلی بزنه فقط روی بلی تو بلی بابی لشلی و الان تگ میکنه با شلتون بنجامین. ببینیم بنجامین توی مسابقه حالا چه میکنه. با یه ضربه کیک نقش رو بر زمین کرد دوباره تیبار رو و حالا بلند میکنه سامان دراپ از شلتون بنجامین روی تیبار. خب خودش میخواست کشون بکشه به سمت بقیه از رتریبیوشن که موفق نشد، ضربه کیک جا خالی داد. حالا کلوز لاین از تیبار روی شلتون بنجامین، بلندش میکنه، خب میره برای زدن چوک سلم و حالا چوک سلم از تیبار روی شلتون بنجامین. مومنتوم بازی رو میندازه دست از رتریبیوشن تیبار، حالا میکنه به گوشه رینگ. خب با حالا تگ با اسلپ جک، اسلپ جک رو وارد رینگ میکنه. خب دابل آرش بی، حالا دابل بک بادی دراپ از اسلپ جک و تیبار. حالا کاور میکنه اسلپ جک، یک دو خب سر شماره یک بلند شد شلتون بنجامین. ببینیم اسلپ جک به عنوان ضعیف‌ترین عضو این تیم چیکار میکنه در این مسابقه. حالا یه گاد باستر از شلتون بنجامین روی اسلپ جک، حالا کلوز لاین زد به بنجامین اسلپ جک، دوباره باز بلندش که حالا سرشق میشن با هم دیگه، هولش داد دوباره اسلپ جک رو از خودش دور کرد بنجامین. آرش بی از اسلپ جک، خب از رینگ انداخت بیرون شلتون رو، یه ضربه پانچ از اسلپ جک، خب میره بیرون سراغش ببینیم چیکار میکنه، بلند میکنه و بک سوپلکس روی لبه رینگ میزنه به شلتون بنجامین. اسلپ جک خب موفق نشون حرکت خاصی بزنه اسلپ جک روی شلتون بنجامین. حالا هم آرش پرست شلتون بنجامین میکنه به دیواره کناری، حالا هم با ضربات پانچ گفته به جون اسلپ جک. خب شماره چهار داور رسیدیم، ببینیم آیا برمیگردن این دو. حالا یه آرم درگ از شلتون بنجامین روی اسلپ جک، آرش پرست دوباره از اسلپ جک روی شلتون بنجامین. خب میره سمت شلتون بنجامین و یه ضربه کیک حالا میزنه به کمره شلتون بنجامین، اجازه بلند شدن بهش نده. خب به شماره 8 داور رسید، مثل اینکه قصد برگشت به رینگ رو ندارن. نو و ده، خب این دو گوشگیر حذف شدن اسلپ جک و شلتون بنجامین از این مسابقه. و اما در ادامه سدریک الکساندر و میس مسابقه رو ادامه میدن. خب ببینیم حالا چیکار میکنه، یه ضربه فورام از میس دور کرد الکساندر رو، دوباره یه ضربه فورام دیگه به سدریک الکساندر میزنه. خب حالا برش میگردونه الکساندر رو، اونم میکنه و یه ضربه نیاز میس روی سدریک الکساندر. حالا این نی دراپ سنگی روی گردنه الکساندر میزنه. میس در رتریبیوشن ملقب به وحشی گروه و حالا باید دید که این وحشی بودن به کارش میاد در این مسابقه یا نه. خب استفاب ایزیگیری زد به میس که البته افاقه هم نکرد، خوب میچسبونتش به گوشه ریم ببینیم چیکار میکنه. خب تگ با لشلی انجام میده، خب حالا ببینیم چه حرکتی میزنه و کراس بادی از لشلی روی میس. دوتا پرزور افتادن به هم دیگه تو بارده در این مسابقه. حالا درگن اسکور از میس روی
لشلی و حالا تگ با تیبار انجام میده. ضعیف گروه رتریبیوشن حذف شد از این مسابقه. حالا باید ببینیم که دوتا پاور رنجرز این تیم چی کار خواهند کرد. خب دوباره میس رو وارد رینگ کرد تیبار، لشلی رو میگیره میس، ببینیم چی کار میکنه. و خب میخونتش به گوشه رینگ و حالا با یه ضربه بود خوش دور کرد لشلی که روزنش جاقالی داد. خب میخواست فلات لاینر بزنی که موفق نشد لشلی. و حالا هم راش و لک سویپ از میس روی لشلی، دوباره بلند میکنه لشلی رو، حالا یه ضربه نیبه لشلی میزنه میس. حالا هم البو دراپ، یه البو دراپ سنگین زد به لشلی، سر لشلی رو میگیره و دوباره بازم نی دراپ روی گردن لشلی این بار میزنه میس. دوباره بلند کرد لشلی رو، سرش رو میگیره و حالا یه البو اتک از میس روی لشلی. حالا بلی تو بلی اسلم از میس روی لشلی. خب حالا ببینیم چه خواهد کرد میس. و خب بلندش میکنه لشلی رو و سی در چوک بام برد میس. ببینیم آیا حذفش میکنه یا نه. خب دخالت کرد سدریک الکساندر که البته تیبار ارین فرستادش بیرون. بالا دستشو پیچ میده و یه ضربه کیک به سره لشلی وارد میکنه میس. حالا بلندش میکنه لشلی رو و کندیرک بک بریکر رو میزنه روی لشلی که البته روپ بریکر شد و موفق نشد حذف بکنه بابی لشلی رو از این مسابقه. خب با یه ضربه کیک حالا دور کرد میس رو، بلند میکنه و گاد باستر از لشلی روی میس. و خب رول میکنه حالا لشلی رو، ببینیم چه میشه. یک دو و باز هم دخالت سدریک الکساندر، اجازه نداد لشلی حذف بشه از این مسابقه. حالا الکتریک چیر دراپ از میس روی لشلی. حالا لشلی میره برای ظاهرن برای تگ کردن، البته میس هم کاری نکرد. خب سدریک الکساندر رو وارد رینگ میکنه و حالا کلوز لاین از سدریک الکساندر. باب اجازه تگو به میس نداد سدریک الکساندر. دوباره باز بلندش میکنه میس رو، آرش به سمت بیرون، ببینیم چه حرکتی میکنه. خب میره برای زدن نک بریکر روی تنابای وسط و میزنه نک بریکر خودش رو سدریک الکساندر. حالا آسیب وارد میکنه به دست چپ میس. دوباره بلندش کرد، میره برای زدن حالا سوپلکس روی میس و بلند میکنه. خب یه فیس باستر روی میس میزنه سدریک الکساندر رو و حالا تگ با تی بار انجام میده میس. حالا کلوز لاین از تی بار، ببینیم چیکار میکنه، کاور میکنه یک و خب کیکات از سدریک الکساندر. دوباره باز بلند شد الکساندر، خب موفق نشد حرکتی بزنه و باز هم کلوز لاین از تی بار. و خب یه فالو به مورساد اسلم میزنه به تی بار، کاور یک دو و سه، تی بار رو حذف میکنه. میس تنها میشه در این مسابقه، میس تنها میشه در این مسابقه و باید تکی در مقابل پارک بیزنس دووم بیاره. ببینیم آیا موفق میشه دووم بیاره در مقابل سدریک الکساندر و لشلی و تیمش رو برنده کنه یا نه. حالا نی به کمر الکساندر وارد میکنه، باز هم دوباره نی به گردنش میزنه میس. و خب حالا یه کلاو اسلام از میس و خوب دراپ کیکش حالا جاخالی داد. حالا یه هارلم سایت کیک از میس، ببینیم موفق میشه یا نه. یک دو و کیکات از الکساندر. خب بلند شد دوباره سدریک الکساندر، ببینیم چه حرکتی میزنه. خب موفق نشد میس کاری بکنه، بلند میکنه حالا پاور بامب از الکساندر روی میس میزنه و خب بازم رول از میس کاور میکنه. یک دو و کیکات از الکساندر. خب دوباره بلند میکنه الکساندر رو، حالا بک بریکر از میس روی سدریک الکساندر.
تا الان که خوب تونسته دووم بیاره و حالا فینیشرشو میزنه به سدریک الکساندر. ببینیم تموم میکنه کارش اینه، یک دو و دخالت به موقع لشتی اجازه نداد سدریک الکساندر حذف بشه از این مسابقه. اینطوری که بوش میاد تا زمانی که حالا یا لشلی یا سدریک الکساندر در این تیم باقی بمونن مسابقه قطعا طولانی خواهد شد، چون هر دفعه یکی دخالت میکنه قطعا. حالا میچسبونتش به بوشرینگ و با یه ضربه بود حالا دور کرد دوباره میس رو و بازم بک بریکر از میس روی سدریک الکساندر. حالا مینشونه الکساندر رو ببینیم چی کار میکنه میس. حالا دراپ کیک به سر سدریک الکساندر میزنه میس. حالا نایف چاپ خودشو نتونست بزنه، حالا نک بریکر از الکساندر روی میس. حالا میچنگو درایور از سدریک الکساندر، ببینیم آیا میتونه کار میس رو در این مسابقه تموم کنه یا نه. یک دو و کیکات از میس. خب حالا سریع هم بلند شد میس، ببینیم چی کار میکنه. حالا او ضربه نایف چاپش حفاظت نکرد روی میس و خب دوباره دستشو پیچ میده و یه ضربه کیک دوباره به صورت الکساندر میزنه میس. حالا دوباره بازم پام هند بک بریکر از میس. خب یه نفسی هم حالا چاخ کرد وسط ضربه زدن، دوباره باز بلند میکنه حالا الکساندر رو. آرش به سمت گوشه رینگ، باز هم با ضربه بود دور کرد میس رو، دراپ کیکش جا خالی داد میس. خب یه ضربه کیک از الکساندر و او یه دراپ سولت از الکساندر روی میس. حالا کلوز لاین، خب بلند میشه بازم الکساندر. منم آرش پیو از میس روی سدریک الکساندر و یه آرش پیو سنگی تر از میس و حالا رانی می اتک از میس روی سدریک الکساندر روی گوشه رینگ میزنه. خب به گلوه الکساندر حالا فشار وارد میکنه میس و اینجا که واقعا عالی تونسته دووم بیاره، کاور میکنه. یک دو و بازم کیکات از الکساندر، اجازه پیشروی به میس رو نداد در این مسابقه سدریک. و حالا یه ضربه کیک از میس به سدریک الکساندر میزنه. حالا یه سویل کیک از میس روی سدریک الکساندر، آرش بیل دوباره زد و حالا یه ضربه بوت دیگه از الکساندر. خب حالا دستشو میپیچونه آرم لاک از الکساندر. خب ضربات پانج پشت سر هم از میس دور کرد دوباره الکساندر رو خودش. خب حالا سر میس رو میگیره و او سوینی نک بریکر از سدریک الکساندر به میس میزنه. خب بلندش میکنه میس رو، ببینیم چه حرکتی میزنه الکساندر. خب نتونست ضربه ای بزنه. هارلم ساکتی دوباره از میس کاور میکنه. یک دو و بازم کیکات. خب دوستان شاید ادامه مسابقه هستیم. بله مومنتوم بازی همونطور که میبینیم افتاده دست هارت بیزنس و خب یه فراگ سپلش سنگین از الکساندر روی میس. تا اینجا کار تونسته دووم بیاره میس جلوی هارت بیزنس. از هارت بیزنس هم که کسی هم که کم نشده هستن تا به الان، فقط شلتون بنجامین و اسلاب جک در اول مسابقه حذف شدن با کاونت اوت. میپرزیم به ادامه مسابقه. خب حالا دست الکساندر رو میپیچونه، دوباره بازم آرم بلاک این بار دست سدریک میزنه و حالا با ضربات پانچ دور کرد میس رو خودش. خب یه ضربه پانچ دیگه از میس روی سدریک الکساندر میذارتش روی تنه به وسط و خب حالا با زانو به گردنش آسیب وارد میکنه. خب بلند میکنه حالا الکساندر رو، یه نایف اند چاپ از میس روی سدریک الکساندر. به اینجای کار مسابقه هم طولانی شده ولی بازم میتونیم بگیم تا به الان واقعا مسابقه خوبی تونستم به نمایش بذارم. رتریبیوشن و هارت بیزنس. حالا یه ضربه پانچ از الکساندر روی گوشه رینگ و بازم هارلم سایکیک از
میس رو سدریک الکساندر بلندش کرد. حالا آرش میپس میس و خب تگ بابی لشلی با سدریک الکساندر. هم الکتریک چیر دراپ از میس رو بابی لشلی. هنوز نیامده، خورد از میس تو این مسابقه. سدریک الکساندر هم همونطوری که میبینید هنوز اونجا مونده. و اینم یکی باگای بازیه تو گی 20 هستش، همونطوری که خودتونم میدونین. خب ضربه پانچش رو موفق نشد بزنه میس. خب میذارتش روی تاپ روب میس رو. ببینیم چه حرکتی میخواد بزنه بابی لشلی. خودش هم میره حالا بال تاپ روب و میخواد بک سوپلکس بزنه روی میس و میزنه بک سوپلکس خودش رو. جفت کشتی راسیب میبینن حالا در این مسابقه. و خب حالا میخواست اسپیر بزنه که موفق نشد بابی لشلی. موفق نشد اسپیر خودش رو بزنه. حالا بیه بک الگو دوباره از لشلی. حالا بلند میکنه میس و کندی رک بک برکر رو. حالا این بار میخواد روی میس بزنه. ببینیم آیا تسلیمش میکنه یا نه. خب موفق مثل اینکه نشد میس رو تسلیم بکنه لشلی. و بازم هارلم سایت کیک از میس کاور میکنه. ببینیم موفق میشه یا نه. یک دو و بازم دخالت الکساندر. موزلی شده این دخالت در این مسابقه. تا اینجا کار واقعا خوب تونسته دوون بیاره میس. حالا دیدیتی از میس روی لشلی در طول این مسابقه. میس خوب تونسته کیکات بکنه و هارد بیزنس خوب تونستن دخالت کنن در این مسابقه. خب میره برای تمام کردن حالا کار بابی لشلی و حالا فینیشرشو میزنه. سید آت چوک سلم از میس. ببینیم آیا موفق میشه لشلی رو در این مسابقه حذف کنه. یعنی یک دو و بازم دخالت از سدریک الکساندر. واقعا موزل بدی شده این سدریک الکساندر تو این مسابقه. خب حالا بلند میکنه میس و اسپاین باسته. اسپاین باستر از لشلی. خب ببینیم حرکت بعدی لشلی چه خواهد بود روی میس. سرشام شما هم دیگه حالا هول میده دوباره لشلی رو. موفق نشد دوباره بلند کنه لشلی رو. کلوزنش جا خالی میده و خب بدل کلوزن رد و بدل شد بین دو گوشیگی تو این مسابقه. خب البا اتک از میس. بازم خواست بلند کنه که موفق نشد. ضربه کیک به پای لشلی زد و بازم فینیشرش رو میزنه به لشلی. البته مطمئنا بازم نمیتونه کاری کنه. یک دو و دوباره دخالت کرد الکساندر در این مسابقه. خب الان قطعا خونش به جوش اومده میس از اینکه نتونسته کار لشلی رو تموم بکنه. خب دوباره میره برای اسپاین باستر لشلی. استاد اسپاین باستر شدید هستش لشلی. خب میره برای زدن سوپلکس. خب موفق نشد بزنه و سوپلکس از طرف میس. سوپلکس از میس انجام میشه روی بابی لشلی. بلند میشه دوباره بابی لشلی. موفق نشد حالا حرکت خاصی بزنه و خب دوباره بازم فینیشرش رو میزنه میس در این مسابقه. میکشونش به وسط رین. قطعا بازم نمیتونه کاری کنه. یک و بازم دخالت. رکورد دخالت در این مسابقه امشب شکست توسط سدریک الکساندر در طول مسابقات تک تیم. و حالا سر میس رو میگیره لشلی. حالا بک بادی دراپ هست بابی لشلی روی میس. میکشونه ازش بسته در این کاور میکنه. یک دو و کیکات از میس. همونطوری که گفتم تا اینجا کار خوب تونسته کیکات کنه میس. خب حالا میگیرتش رو استیو از بابی لشلی روی میس. مسابقه واقعا نفسگیری شده بین رتریبیوشن و هارت بیزنس. یه تقریبا فرهوش کردیم که این مسابقه تک تیم 3 به 3 بود. الان مسابقه یه ساعتی که تبدیل شده به بازی هندیکپ 1 به 2 بین هارت بیزنس و میس در این مسابقه. خب یه
خوشحالی سوسکی هم میکنه بین زدن میس بابی لشلی. حالا به ضربه کیک ناگهانی از میس و بازم دوباره ضربه کیک. موفق نشد بازم حرکت خاصی بزنه. خوب یه ضربه کیک به شکم میس میزنه، یعنی الان قشنگ رودموده هاش از چشش زد بیرون میس. حالا بلند میکنه میس و یه بک بادی دراپ خیلی سنگین زد روی بابی لشلی. ستون نفراتش نابود شد و حالا او دوباره بازم فینیشرشو زد که قطعا بازم نمیتونه کار خاصی بکنه. یک دو و بازم دخالت. او دوباره بلند شد میس. ببینیم برای خاتمه دادن در این مسابقه چه اقدام انتحاری میکنه میس. و حالا او فلت لاینر از بابی لشلی روی میس کاور میکنه. یک دو و بازم کیکات از میس روی بابی لشلی. حالا بلند میکنه دوباره میس رو بابی لشلی. یه هارد بیزنس هم قطعا خسته شدن انقدر که میس رو کتک زدن در این مسابقه. میس هم که قصد تسلیم شدن اصلا نداره در این مسابقه و حتما باید رتریبیوشن رو برنده بکنه تا وجدانش آروم شه در این مسابقه. و قطعا هم میس از دخالت بیرویه هارد بیزنس دیگه خسته شده. دوباره بازم بلند میکنه میس رو. یه ضربه البو به سر میس میزنه. دوباره بازم بلند کرد میس رو و خب میره برای زدن هارد لاک. ببینیم آیا میتونه میس رو تسلیم کنه یا نه. هارد لاک خودش رو زد به میس. ببینیم تسلیم میشه یا نه. خب تسلیم نشد میس. گفتم قصد تسلیم شدن اصلا نداره میس به هیچ وجه در این مسابقه. خب کاور میکنه. یک دو و کیکات از میس. کیکاته واقعا عالی کرده در طول این مسابقه. رکورد کیکات رو شکست میس در این مسابقه. بالا یه شولدر کلاو دیگه از بابی لشلی روی شونه میس. بازم نقش زمینش کرد میس رو و بازم ضربه البو از لشلی روی میس. تا بالا واقعا مسابقه طولانی شده، تقریبا طرف 30 دقیقه شد مسابقه. منم دیگه داره کم کم نفسم میگیره دیگه از گزارش کردن این مسابقه. خب حالا یه هدلاک درایور میزنه به میس. ببینیم آیا میتونه کاری بکنه میس یا نه. و خب بله موقعیت به نفع خودش میکنه میس. آرش پیو از لشتی به سمت سدریک الکساندر میفرسته میس رو. خب یه ضربه البو از میس. آرم دراک میزنه به میس. لشلی دوباره بلندش کرد و خب موفق نشد حرکتی بزنه روی میس. آرش به سنگین از میس روی لشلی. هر سه کشتیگیر خسته شدن. البته هر سه کشتیگیر هم که نمیشه گفت دیگه. از اون وقت حالا سدریک الکساندر دوروبر تقریبا 10 دقیقه است که داره آفتاب میگیره اون ور رینگ بر خودش و قطعا خیلی سالم تر از لشلیه در این مسابقه. خب دوباره بلند میکنه میس رو. آرش پیو از رینگ خارجش کرد میس رو. لشلی دوباره باز بلندش میکنه. خب ضربه کیکش رو نتونست بزنه. کلوز لاین از میس. دوباره باز بلند کرد لشلی رو. خب او کوبیدش محکم به پلکان فلزی میس رو. قطعا اگه میس امشب به خونه بره تا چند شبی قطعا باید بخوابه. دوباره بازم بلند میکنه میس رو. بازم آرش بس لشلی. فکر کنم بعد این مسابقه یه چکاپ خیلی سنگینی رو باید انجام بده میس در این مسابقه. خب به شماره 7 داور رسیدیم. ببینیم برمیگردن دو کشتیگیر به رینگ یا مسابقه به نفع هارد بیزنس به اتمام میرسه. چون اگه این دو کشتیگیر حذف بشن یه نفر باقی میمونه و قطعا هارد بیزنس اونجوری برنده میشه. خب برمیگردم به رینگ و یه ضربه پانچ به
لشلی میزنه میس. حالا کلوز لاین موتورش روشن شد میس در این مسابقه. حالا میره برای تاپ رو دایوینگ البو از میس. خب دیگه میره برای دوباره زدن فینیشرش میس و بازم سیرال چوک سلم از میس روی لشلی کاور میکنه. یک دو و سه، بالاخره موفق شد لشلی رو حذف کنه از این مسابقه. خودش و الکساندر تنها شدن در این مسابقه. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت رتریبیوشن تو یه خودی نشون بده مقابل هارت بیزنس. دیگه قطعا کار الکساندر تمومه در این مسابقه. خب میره برای قیمه قیمه کردنه سر دیگه الکساندر، بلندش میکنه. حالا سامان دراپ از میس روی سدریک الکساندر. قطعا تمام این مدت داشت توی یه دنیای دیگه ای واسه خودش سر میکرد سدریک الکساندر و حالا دوباره بازم فینیشرش رو میزنه، کاور میکنه. حالا ببینیم آیا کار تمام میشه یا نه. یک دو و سه، تمام. رتریبیوشن در رسلمنیا موفق شد هارد بیزنس رو شکست بده. آقا واقعا مسابقه فوق‌العاده‌ای بود بین رتریبیوشن و هارد بیزنس. من که واقعا حس کردم، همونطوری که بهتون گفتم، اگه رتریبیوشن در این مسابقه برنده بشه قطعا مدیون میس هستش. بله اینم رتریبیوشن که در این مسابقه واقعا عالی عمل کرده. همونطوری که گفتم اگه شما استقبال بکنین مسابقه MVP و علی رو هم میذارم که ببینیم اونا چیکار میکنن، آیا هارد بیزنس تا همینجا تموم میشه یا نه. آقا امیدوارم که ویدیو رو دیده باشین تا آخرش، حس کرده باشین مثل خودم. واقعا مسابقه فوق‌العاده‌ای بود. اگه شما هم دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین و کانال یوتیوب منم سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. You can't